سلام به همگی، من شاهینم و به کانال فیلم میشو خیلی خوش اومدید. امروز میریم سراغ بررسی قسمت پنجم سریال پیسمیکر تا در کنار بررسی داستانی که داریم میایم نکات مخفی و ایسترگاه و اون چیزایی که لازمه رو بهتون میگم تا اطلاعاتتون نسبت به این قسمت سریالم بیشتر بشه. پس اگه محتوایی که من میسازم و اینجور محتوای سینمایی خوشت میاد، بهتره که کانال رو سابسکرایب بکنی و زنگوله کنارش یا نوتیفیکیشن رو حتما فعالش بکنی تا وقتی که ویدیو جدیدی میسازم راحت برات اعلام میاد و میتونی با کلیک کردن روش خیلی زودتر از بقیه متوجه بشی و بیای ویدیو رو تماشا بکنی. پس بزن بریم. توی قسمت قبلی دیدید که پیسمیکر زیاد حالش اوکی نبود و یه مقدار به هم ریخته بود و روحیه‌اش را دست داده بود و وضعیت درست حسابی هم نداشتن، از عاطفی یه طورای ضربه خورده بود و با خوردن الکل از اون طرف کشیدن مواد داینه داشت خوش سرگرم میکرد که اون چیزایی که داره تو ذهنش رو فراموش کنه و بذاره کنار. دقیقا تو این قسمت از همونجا سریال شروع میشه و این بار داره سریال به سمتی میره که یه طورایی داره نشون میده که روحیه اون داره تقویت میشه، داره تبدیل میشه به آدم بهتری. شخصیت کریس و لیدا جفتشون یه سری نقاط مشترکی با همدیگه دارن، یه سری نقاطی دارن که با همدیگه در تضاده و جالبه که توی ریتم داستان هم این قضیه ادامه داره. مثلا نقاط مشترکی که دارن اینه که جفتشون پدر مادری شروری یا دارن که اونا رو مجبور کرده بودن به انجام کار نادرست و اشتباه، و از طرف دیگه جفتشون هم یه حیوان خونگی دارن که از اون مراقبت میکنن و اون بهترین دوستشونه. حالا فرقی که با هم دیگه دارن اینجاست که لیدا نظر عاطفی و اینکه یه زندگی ثابت و مشخصی داشته باشه نسبت به کریس متفاوت بود. چرا؟ چون اون اصلا از نظر عاطفی اینو به هم ریخته است و هیچ بار احساسی خاصی رو دنبال نمیکنه و زندگی ثابتی و از نظر احساسی عاطفی نداره. و نکته جالبم اینجاست که الان که هرچی سریال جلو میره میبینیم که کریس داره یواش یواش از نظر احساسی و ارتباط برقرار کردن و عاطفی جلو میفته، برعکس اون لیدا داره اون ارتباط خانوادگی که داره رو، اون ارتباطی که با همسرش داره، داره از دست میده و یه طوری داره زندگیشو هم میپاچه. اگه دقت کرده باشید وقتی که لیدا داره به مادرش پیام میده، اگه توی لیست پیاماشو نگاه میکنید میبینید که هیچ پیام دیگه ای اونجا وجود نداره. این داره نشون میده که ارتباطی که بین این دو نفر وجود داره ارتباط بین یه جاسوس و فرماندهشه و هیچ ارتباط مادر دختری بین اونا اصلا وجود نداره. به خاطر همین هستش که هر پیامی که میده احتمالاً پاک میکنه که کسی متوجه این ارتباطی که بینشون هست نشه. توی اون صفحه پاورپوینتی که گوشتن دارن نگاه میکنن، رو اون اسلایدی که دارید نگاه میکنید، اسم یه نفر با عکس یه شخصیتی رو نشون میده که یکی از هنرمندای مارول و دیسیه که روی خیلی از شخصیت‌ها، یعنی میتونم بگم روی بیشتر شخصیت‌هایی که بهش فکر بکنید اون کار کرده. اگه دقت کنید توی این قسمت پیسمیکر میادش و سوپرمن رو مسخره میکنه. دقیقاً کاری که توی قسمت قبلی با بتمن انجام داد و اونو مسخره کرد. حالا هدفش این کارا چیه؟ هدفش این کارا اینه که اونا رو تحقیر کنه و پایین بیاره تا خودشو بزرگتر نشون بده. این رفتاریه که یه آدم قلدر داره. دقیقا این رفتار قلدر مانندی که از خودش داره نشون میده و قلدری که میکنه به خاطر اینه که پدرش کسیه که از داستانایی که اون تعریف میکرد فقط قسمتایی که یه نفر داشت عذاب میکشید و یه درد زیادی رو تحمل میکرد خوشش میومد و میخندید. میشه گفت یه طوره این کاری که داره انجام میده به خاطر اینه که میدونه با انجامش و داشتن یه داستانی که بتونه برای پدرش تعریف کنه باعث میشه که اون بخنده و یه طوری بهش افتخار بکنه. اونجایی که داره بحث میکنه با جان سر این که به جای پدر من میتونستی هر کس دیگه یو بفرستی زندان، رو شروع میکنه یه سری اسم یاره و میگه که اکثرا بازیگر و افراد معروفی هستن که اونا رو خوب میشناسینشون، و در کنارش میاد اسم یه سری شخصیت تخیلی و خیالی رو میگه بهمون. مثلا یکی اون شخصیت ها ببر ولتران و اون یکی هم تونی مانتانا از فیلم صورت زخمیه که آلپاچینو بازی کرده، و در کنارش میاد از آپتیموس پرایم هم اسم میبره. آخه آپتیموس پرایم اون اثر انگشت داره، مگه بگیرن ازش بندازن زندان؟ اینم نکته جالبی بود که بهش اشاره کرد از اون حرفای بامزه که هر سری توی قسمت‌های مختلف می‌بینیم که اون میزنه. بعدش هم یه اسمی از یه کاراکتری از شخصیت‌های سریال رویدل و همچنین
کمیک آرچی میاره و اونم میگه. و در کنارش دقت کنی آدریه میاد در مورد فارگو صحبت میکنه که یه سریال فوق‌العاده است که فصل اولش هم حسابی عالی و لذت بخشه که اگه ندیدینش بهتون پیشنهاد میدم که حتما این سریال نگاه کنید. خب تو این قسمت سرگذشت چارلی هم دیدیم که یه پروانه اومده و رفته و تو مخش. این که کجا اومده و رفته و تو مخش و اصلا کاری نداریم، به ما ربطی نداره، ولی خب روح شاد، یادش هم گرامی. تو این قسمت شاهد یه سکانس اکشن بزرگ و مهیجی بودیم که دیدیم و حسابی حال کردیم با دیدنش، چون خیلی خوب روش کار شده بود و تمام جزئیات و اتفاقاتی که افتاد تو این سکانس خیلی عالی بود و دیدنش لذت بردیم. و نکته ای که هستش اینه که این سکانسی که اینجا گرفته بودن و اون حالت دید اشعه ایکسی که حالا پیس میکر داشت و میتونست اون پروانه رو ببینه بهشون شلیک بکنه، یه طورایی به خاطر علاقه زیادیه که جیمز گان به فیلم‌های کلاسیک داره و میشه گفتش اینو اومده از فیلم آنها زندگی میکنن الهام گرفته، که یه فیلم کلاسیک قدیمیه که اونجا حالا یه عینک دودی کسی رو صورتش میزد و میتونست ربات‌هایی که داشتن بین آدم و زندگی میکردن رو شناسایی کنه و اونا رو از بین ببرشون. حتی اون کارخونه که توش میرن و اون سکانس اکشن رو میبینید برگرفته از فیلم تهاجم به بدنه که اونم یه فیلم کلاسیکه که اون دقیقاً توی یه کارخونه اتفاق میافتاد و در مورد یه سری موجودات بیگانه‌ای بود که اونم داشتن یه چیزایی برای خودشون تولید میکردن. حتی اونجا یه سکانس اکشن اتفاق میافته که دقیقاً شبیه همین سکانس اکشنی بودش که ما توی فیلم دیدیم. و در آخر تمام این سکانس اکشن هم میرسیم به چارلی گوریلی که باقبش هفته پیش فرار کرد و توی ویدیوی قبلی در موردش صحبت کردم. و نکته که وجود داره اینه که ما دیدیم که اون میتونه حتی صحبت هم بکنه. حالا این که اون میتونه صحبت بکنه به خاطر اینه که حالا گوریلا تارای صوتی دارن که غیر فعاله و اینکه حالا اون رفته توی بدنش قدرتی داشته که اونو فعالش کنه، یا اینکه حالا پروانه ها وقتی میرن توی بدن یه موجودی، حالا هر کسی که هستش، وقتی که واردش میشن میتونن به جز اون قدرت بدنی زیادی که به اون موجود میدن در کنارش یه سری تغییراتی توی بدن اون ایجاد بکنن تا بتونن اونطوری که دلشون میخواد از بدن اون استفاده کنن. و یه طورایی میشه گفتش که اونا قابلیت اینو دارن که شاید بتونن بدن میزبانشون کاملا تغییر بدن و متناسب با اون چیزی که خودشون هستن بسازنش. و خب در انتها هم که شاهد اومدن اره برقی بودیم. توی سکانس بعد از کارخونه هم میبینیم که هارکور میادش یه عکسی از تیمشون میگیره و یه صفحه‌ای هم درست میکنه و یه گروهی اون عکس اونجا ارسال میکنه. نکته که وجود داره اینه که اصلا جیمز گان علاقه خاصی داره توی این همچین حرکتی که اعضایی که با همدیگه تیم نیستن و یار نیستن و در انتها تبدیل به یه خانواده بکنه. اینو قبلا توی فیلم‌های قبلی خودش هم مثل گالاکسی گاردین هم دیدیم. توی خونه پیس میکر اگه دقت کنی روی دیوار یه تیکه روزنامه است که نوشته اون یه قهرمانه که کایتمن رو دستگیرش کرده. کایتمن یه شخصیت فوق شروریه که از کمیکای بتمن بیرون میاد که اولین بار توی شماره 133 این کمیکا اومده. اینکه دید لیدا اومدش اون دفترچه خاطرات که پیس میکر برداشته بود و داشت دو مرتبه برمیگردون تو خونه اون، احتمال داره که اون فقط دفترچه خاطرات رو میخواسته یه سری اطلاعات زمینه‌ای از این شخصیت پیدا بکنه تا بتونه راحت‌تر با اون ارتباط برقرار کنه و اونو کنترلش بکنه، یا شاید هم چیزی تو اون دفترچه نوشته شده که فعلا حرفی ازش زده نمیشه. در انتها هم میبینید که لیدا متوجه شد که مورن هم پروانه‌ایه. حالا این داره یه نکته رو به ما نشون میده و اون نکته اینه که حتی والر هم نمیدونه که مورن پروانه‌ایه، چون اگه میدونست به دخترش میگفت و اونا وقتی میدونست نمیاد یه همچین حرکتی انجام بده در قبالش. پس این نشون میده که اون حتی یه گروه و یه نقشه و یه عملیاتی اصلا جداگانه‌ای داره و کاری به والر نداره. خب حالا یه سری تئوری این وسط پیش میاد، اونم اینه که خب ما داریم میبینیم که این پروانه ها قرار کل دنیا رو بگیرن، خب اگه دارن این کار انجام میدن چرا نمیان یه گروه بزرگتری مثل لیگ عدالت استفاده کنن و اونا رو بفرستن که اینا رو از بین ببرن اگه واقعا اینقدر خطرناکه؟ و اگه خطرناک نیستن میتونیم به این نتیجه برسیم که شاید اون پروانه ها هدفشون کمک کردن و یا میخوان یه زندگی عادی قاطی انسان ها داشته باشن و هدفشون یا تو سرشون ندارن. و از اونجایی که والر از موجودات بیگانه متنفره یه گروه به وجود آورده که اونا رو از بین ببرنشون. رو اون صفحه نمایشی که هاردکور داشت نگاه میکرد اگه دقت کنی یه سری علامت هایی وجود داره که روی اون وسیله فضایی که کریس با خوشم برد تو خونه هم دیدیم که اون لوگو و اون علامت ها اونجا هم بودش.
و اونجا داره نشون میداد که حالت انتقال انرژی داره اتفاق میفته و این نکته ای که هستش اینه که شاید اونا این وسیله به عنوان حالا یه دستگاه گیرنده اطلاعاتی چیزی فرستادن به زمین که حالا به یه سفینه بزرگتری متصله، دنبال یه جایی میگشتن که بتونن غذایی برای خوردن داشته باشن و زندگی بکنن، زمین انتخاب کردن اومدن اینجا. حالا احتمال داره که واقعا هم هدف شرورانی تو سرشون باشه و بخون یه کار شیطانی بزرگی انجام بدن. و از طرف دیگه یه تئوری دیگه هم به وجود میاره، اینه که اگه اونا واقعا شیطانی و شرور باشن و مثل اون چیزی که فعلا داریم ازشون میبینیم، شاید مورن کسی که با اونا مخالفت کرده و اومده با انسانا یکی شده و گفته یه تیمی با اینا درست میکنم تا بتونم جلوی اونا رو بگیرم و کسی هم از این قضیه خبر نداره. البته این احتمالاتیه که در موردش تو ذهن میاد و میتونیم در موردش صحبت بکنیم. اگه شما هم نظری دارید میتونید تو قسمت کامنت ها حتما با هم در میون بذارینشون. خب اینم از بررسی قسمت پنجم سریال پیس میکر. امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشید و حتما این ویدیو رو لایکش کنید و با دوستاتون که این سریال نگاه میکنن به اشتراک بذاریدشون تا اونم بیان یه مقدار اطلاعاتشون رو بالا بره، و اگه چیزی هم میدونن که ما نمیدونیم تو قسمت کامنت ها بگن که اطلاعات هممون بالا بره. و از نکته مهم دیگه که وجود داره اینه که حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنشون نوتیفیکیشن حتما فعالش بکنید. و دیگه حرفی نمیمونه تا ویدیوی بعدی. بدرود.